بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه کسانی که تصویر ما را می‌بینند و صدای بنده را می‌شنوند سلام عرض می‌کنم و امیدوار هستم که دولت و ملت شریف روسیه در همه ابعاد زندگی خودشون موفق باشند و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همگان دارم. خب ما به عنوان ملت ایران در ابعاد فرهنگی در بعد فرهنگی از ابعاد مختلف قابل توجه هستیم. ملت ایران ملت سابقه دار کهن و با اصالت و ریشه داری است و در گذشته تاریخی افتخارات بسیار زیادی رو میتوان دید در عرصه های مختلف، در عرصه ادبیات، در عرصه شعر، در عرصه هنر، هنر در ابعاد مختلف اون، چه هنر در ابعاد قدیمی و سنتی اون، چه هنر در ابعاد جدید و نو اون. ملت ایران یک ملت سرشار از هنرمندی است و آثار هنری ایران رو در ابعاد مختلف می شود دید. شاید یکی از مظاهر شناخته شده اون عبارت باشد از همین بحث مثلا فرش ایرانی، نقاشی ایرانی، بناها و ساختمانهایی رو که ایرانیان در طول تاریخ بنا کردن. خب وقتی شما می روید به پاسارگاد، اون ساختمان و اون ساختمانها و بناهای معظم تاریخی رو می بینید که عمر اون چند هزار ساله است و آثار و بقایای اون امروز باقی مونده، شکوه و عظمت تاریخی ایران رو می شود کاملا دید. در کنار اون ملت ایران همواره یک ملت با تمدن بود، با روحیه تساهل و روحیه تعامل با سایر ملت‌ها، با سایر اقوام. در داخل ایران به لحاظ قومیتی اقوام مختلف ایرانی در گذشته تاریخی زیست می‌کردند و امروز هم زیست می‌کنند، اما هیچگاه مشکلی در زیستن ایرانی قومیت‌های مختلف وجود نداشته و وجود نداره. این نشون میده که ایرانی‌ها در تعامل با خودشون کاملاً هنرمندانه رفتار کردن. همچنین در بحث اختلافات دینی، شما اگر در داخل ایران وارد بشوید، کلیسا وجود دارد، کنیسه وجود دارد و همچنین آتشکده زرتشتیان وجود دارد و شاید بعضی ها در روسیه و برخی از کشورها ندونن. من اخیراً با برخی از خاخام‌های یهودی در روسیه ملاقات کردم، اینها وقتی رفته بودن ایران و کنیسه ها رو دیده بودن براشون خیلی جالب بود و میگفتن ما تصور نمی کردیم که این کنیسه ها زنده در داخل ایران وجود داشته باشد و یهودی ها بتونن در کنیسه های خودشون عبادت بکنن، کما اینکه مسیحی ها در کلیسه های خودشون عبادت میکنن، کما اینکه زرتشتی ها در آتشکده های خودشون عبادت میکنن. خب جمهوری اسلامی ایران هم کاملا این اختلاف دینی رو پذیرفت. ما در پارلمان جمهوری اسلامی ایران نمایندگانی از ادیان مختلف رو داریم که در کنار هم زندگی میکنن و جالب این که نمایندگان پارلمان اصلا به یادشون نیست که این همکاران پارلمانیشون دینشون مثلا یهودی است یا مسیحی است یا زرتشتی است و سایر دارای سایر ادیان هستند. در اونجا چونان برادر و دوست در کنار هم دیگه به عنوان ایرانی تعامل میکنن و زندگی میکنن. این هم به نظر من بعد دیگری است. بعد دیگر رأفت و رحمت در فرهنگ و تمدن ایرانی است. شما ببینید ما این جمله والایی که وجود داره از یک شیخ به شکل تاریخی به عنوان شیخ ابوالحسن خرقانی در ایران ما، که این جمله رو باید با آب طلا نوشت که میگوید، در مورد خونه خودش میگه، هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چون که در نزد خدای به جان ارزد در نزد بوالحسن به نان ارزد. معنیش اینه که رأفت، رحمت، انسانیت، اینکه اون بود رحمانیت خداوند باید تجلی پیدا بکند
در عالم بشریت. یعنی ما انسان ها باید به هم رحم بکنیم. مثلا در همین دورانی که الان ما قرار داریم که دوران شیوع ویروس کرونا است، ما در برخی از کشورها دیدیم که مردم هجوم بردن به فروشگاه ها و هر کسی تلاش میکنه که یک سهم بیشتری از کالاها رو برای خودش برداره. خوشبختانه در ایران ما مردم ما صحنه هایی رو از انفاق، کمک کردن به هم، در کنار همدیگه قرار گرفتن آفریدن که انسان احساس افتخار میکند به ایرانی بودن خودش. مساجد ما اگرچه از نمازگزاران خالی شده بود به دلیل کرونا، اماکن مذهبی ما اگرچه از زوار و از عبادت کنندگان خالی شده بود، اما به جای اون پر اجناس و کالاها شده بود که مردم با پول خودشون میخریدن، در مساجد جمع میکردن، اینها رو بسته‌بندی میکردن و به اقشار نیازمند جامعه کمک میکردن. یعنی به جای اون حرص و ولعی که ما برویم از فروشگاه ها کالاها رو برداریم، خودخواهانه به سمت منازل خودمون جاری بشویم، به بقیه نگاه کنیم. این کجاست؟ این همون جایی است که سعدی مهربان و شاعر بزرگ ایرانی میگوید که او میگه همه انسان ها یکی هستند، برادرن. و بعد میگه چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. یعنی ما وقتی بدنمون به عنوان یک جسم که همه اجزایش رابطه ارگانیک با هم دارن، اگر سر انگشت ما، ناخن انگشت ما رو یک کمی درشتر بچینیم، ناخن انگشت ما درد میگیره. همین ناخن درد گرفتن ناخن انگشت همه قرار رو از همه وجودمون میگیره. فقط برای این یک انگشت نیست، برای یک دست نیست، تمام وجود ما درد میگیره. میگه انسان ها، بنی آدم اعضا یک پیکرن، همه انسان ها انگار یک پیکره هستن. این چیزیست که سعدی ما میگوید، شاعر بزرگ ایرانی که در شیراز مدفون است. میگوید همه انسان ها از یک پیکر هستن. بعد میاد میگه که یه عضوی از این انسان ها اگر دچار مصیبت و مشکلی بشود، دیگر عضوها را نماند قرار. مثل اعضای بدن که یک عضو ناراحت بشود، بقیه اعضا دارای قرار نیستن، اینجا هم دارای قرار و آسایش و آرامش بقیه اعضا نیستن. این اون فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی است که در اشعار شعرهای بزرگ ما مثل سعدی، مثل حافظ وجود داره، مثل خیام. خیام شاعری است که مورد علاقه شما مردم عزیز روسیه هست. اشعار خیام زنده است. چرا زنده است؟ برای اینکه دغدغه های خیام دغدغه های بشری بود و این دغدغه های بشری از اون فهم مشترک بشری نشأت میگیره. چون فهم مشترک بشری در طول تاریخ و در زمان تاریخ از بین نمیره، گویی خیام همین امروز داره با ما حرف میزنه، کمان که حافظ هم همین گونه است، اشعار زنده است، کمان که سعدی هم همین گونه است، کمان که مولانا جلال الدین رومی هم همین گونه است که اشعار او امروز اشعار کاملا زنده و پویایی است. خب در کنار این ما باید خدمتتون عرض کنیم که ایران سرزمینی است به لحاظ طبیعت بسیار متنوع. یعنی آن هنگامی که در قسمت‌های شمالی و مرکزی ایران برف می‌بارد، بخش از مردم ما در سواحل جنوب ایران و در جزایر زیبای ایران مثل جزیره کیش، جزیره قش و خیلی از جزایر دیگری که در خلیج همیشه فارس وجود داره، مردم در حال شنا کردن هستند و از گرمی هوا و لطافت هوا لذت می‌برن. این تنوع اقلیمی، تنوع آب و هوایی که در داخل ایران وجود داره. و همین جور ما از به اصطلاح طبیعت بسیار خوبی در داخل ایران برخوردار هستیم. برخی از گونه های نادر جانوری و گونه های نادر گیاهی در ایران وجود داره. تنوع اقلیمی ایران، شما ببینید ما بخش از سرزمینمون جنگلی است، بخش دیگر از سرزمینمون کبیری است. این کبیر برای خیلی ها جاذبه داره، کشورهایی که در جنگل و درخت زندگی میکنن مثل همین روسیه، سرزمین وسیع روسیه، مثل کشورهای اروپایی، خب حتما براشون جاذبه داره که از این مناطق دیدار بکنن. مردم ایران خیلی مردم مهربانی هستن، مردم مهمان دوست و مهمان نوازی هستن. من دیدم خیلی از توریست ها وقتی میرن به داخل ایران کاملا نگاهشون نسبت به ایران منقلب میشه و
احساس میکنن که اون نگاهی که برخی از دوربین های مغرضانه دنیای غرب داره از جمهوری اسلامی ایران و از ایران و از ملت ایران به تصویر میکشه، اون یک تصویر کاملا غلطی است. به حمدالله امروز در عرصه سینما، در عرصه تئاتر، در عرصه هنرهایی مثل عکاسی، در عرصه هنرهایی مثل معماری، در بسیار از این هنرها ایران یک کشور پیشرفته است و از سرمایه های بسیار خوب برخوردار است. در عرصه ورزشی جوانان ما پتانسیل بسیار بالایی دارند که ما در حوزه های مختلف ورزشی میبینیم. در عرصه های علمی امروز ما میبینیم که جوانان ایرانی چگونش با شوق در دانشگاه ها درس میخونن و چقدر در حوزه های مختلف تکنولوژی و در حوزه های پیشرفت کشورشون امروز سهم و نقش بسیار موثری دارن در حوزه های مختلف علم و دانش. در هر حوزه‌ای بخوایم بگیم، ما خوشبختانه می‌بینیم که امروز از گذشته تاریخ ایران همین گونه بود و امروز هم به حمدالله ایران همین گونه است. من امیدوار هستم که ملت عزیز روسیه که ملت بسیار بزرگی هستند و ذخایر ارزشمند تاریخی هم ملت روسیه دارن، در آثار رمان و کتاب‌های به اصطلاح مختلف نویسندگان برجسته‌ای در داخل روسیه از گذشته تاریخ وجود داشتن، ملت هنرمندی هستند که برخی از مظاهر هنری روسیه رو میشود در همین آثار تاریخی اونها دید. امیدوار هستیم که هرچه بیشتر با ملت ایران بتونن نزدیک بشن و این دو ملت بتونن همدیگر رو بیشتر بشناسن، سفر بکنن. یکی از مشکلاتی که ما داریم چه در داخل ایران و چه در داخل روسیه این هستش که دو تا ملت همدیگر رو خوب نمیشناسن. ما دو تا کشور همسایه هستیم، ولی در داخل ایران ایرانی ها روسیه رو برخیاشون هنوز به روسیه تزاری و یا به روسیه در دوران کمونیسم میشناسن، در حالی که روسیه نوین یک روسیه جدیدی است با امکانات، با توانمندی های جدید. برخی از مردم روسیه که خب ملت ایران رو نمیشناسن، نخبگان هم که میشناسن، باز اونها هم در فضای تاریخی و گذشته ایران سیر میکنن. عرض کردم دلیل عمدش هم این هستش که ایرانی ها از دریچه غرب به روسیه نگاه کردن، روس ها هم از دریچه غرب به ایران نگاه کردن. دلیلش اینه که هنوز ما یک کانال تلویزیونی شبکه فارسی زبان و فارسی در داخل روسیه برای ایرانی ها نداریم، متقابلا یک شبکه روسی زبان هم در مجموعه رسانه‌ای ایران، جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون ایران برای روس زبان ها نداریم. لذا این ارتباط متقابل هنوز نتونست به شکل کامل ایجاد بشه. در سطح دولت هامون هست، در سطح جامعه نخبگی مون هست، اما در سطح جامعه غیر رسمی و مردم عزیزمون هنوز باید این ارتباطات بتونه ایجاد بشه. ما امیدوار هستیم در نمایندگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران و بنده عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران با درک به حال برجستگی ها و شایستگی های ملت روسیه بتونم به نوعی فضایی رو فراهم بکنم و فضایی رو فراهم بکنیم که شایستگی ها و عظمت ملت ایران هم برای مردم روسیه شناخته بشود. و باز هم تأکید میکنم این میسور نیست مگر با رفت آمد و تعامل. برای دولت و ملت روسیه آرزوی سعادت میکنم و برای همه کسانی که تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون و همه ملت های دنیا آرزوی صلح، سعادت، امنیت توأم با عدالت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.